زلنسکی در آخرین روز اجلاس امنیتی اسپن در سخنانی که به صورت ویدیو کنفرانس ارائه شد بار دیگر بر ضرورت تامین نیازهای تسلیحاتی سربازانش در حین انجام عملیات جاری آزادسازی زمینهای اشغالیشان از دست روسیه تاکید کرد. می‌خواهم توجهتان را به واقعیت نیازمان به تسلیحات دوربرد جلب کنم. مدت زیادی است که منتظر آن هستیم. اجازه بدهید همچنین بگویم که برای دریافتشان امیدواریم و منتظرشان هستیم. امیدواریم که ایالات متحده موضوع را حل کند و واقعاً در حال حاضر همه چیز در دست ایالات متحده بابت نقش رهبری آن در کمک رسانی به اوکراین است. همچنین من توجه شما را به اهمیت نیازمان به تسلط بر حریم هوایی کشورمان جلب می‌کنم که فعلاً در اختیار روسیه است. ما با کمبود هواپیماهای جنگی مدرن روبرویم. اوکراین از نظر کمی و کیفی برای تسلط مجدد بر آسمانش نیاز به کمک دارد و ما از جهانیان بابت توجه به این نیازمان به ویژه آموزش خلبانانمان سپاسگزاریم. آمریکا با تامین تسلیحاتی اوکراین به ارزش بالغ بر 43 میلیارد دلار رهبری کشورهای تامین کننده نیازهای نظامی این کشور مورد تجاوز نظامی روسیه را بر عهده دارد. اخیراً در جدیدترین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، آمریکا از ژاپن، تنها عضو گروه 7 که عضو ناتو نیست، خواست به تعهد جهانی تامین نیازهای نظامی و غیر نظامی اوکراین تا زمان نیاز این کشور بپیوندد. آمریکا توکیو به آن پاسخ مثبت داد. ساعتی پس از حضور مجازی زلنسکی، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت تامین تسلیحات اوکراین موضوعی است که رئیس جمهوری آمریکا در تمامی تماس‌هایش با زلنسکی به آن می‌پردازد. این که آیا ما در نهایت موشک‌های اتکمز رو می‌دیم یا نه، تصمیم رئیس جمهوری خواهد بود. او در این باره با رئیس جمهوری زلنسکی صحبت کرده. آنها به این گفتگو ادامه میدن و من از ناامید کردن شما متنفرم، اما امروز هیچ خبر جدیدی ندارم. موشک‌های اتکس با برد حدود 300 کیلومتری می‌توانند اهداف مرزی روسیه با اوکراین را مورد هدف قرار دهند. سالیوان گفت که مرحله آموزش خلبان‌های اوکراین با هواپیمای F-16 که بارها توسط زلنسکی درخواست شده، ظرف هفته‌های آتی شروع می‌شود. بنابراین ما در حال حاضر در حال کار با همکاران خود در هلند، رومانی، دانمارک، نروژ و سایر کشورها هستیم تا مکانهای آموزش خلبانهای اونها رو تعیین کنیم و در پروسه شناسایی خلبانهاشون و شروع آموزششون هستیم. من نمیتونم تاریخ دقیقی به شما بدم، اما میتونم به شما بگم که این موضوع ظرف چند هفته آینده عملیاتی میشه. پنتاگون روزانه روی این مسئله کار میکنه و به وزیر دفاع و من گزارش پیشرفت روزانه میدن. این پروسه کاملا پیچیده ایه، یعنی آموزش سریع خلبانها بر روی جنگنده های F-16 تا بتوانن اونها رو برای ورود به جنگ منتقل کنن. از ماه گذشته که نیروهای اوکراینی عملیات بازپسگیری زمینهای اشغالی خود در شرق و جنوب کشورشان را آغاز کردند، توانستند پیشروی کمی داشته باشند و روند پیشرفتشان کند بوده است. وزیر دفاع آمریکا عملیات آزادسازی را مشابه دوی ماراتون و نه دوی سرعت ارزیابی کرده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.